گل پسرای منتظری، مام جعفر منتظری دادستان کل کشور، یکی ممدوحسینه که کارچاقون دستگاه قضایی است و توی برجی در ولنجک زندگی میکنه. ایشون در معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه کار میکنن، شاغلن، معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه. رئیس مجرم هست اونجا کار میکنه. خب معاون همین بخشه، یعنی معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، کیه؟ آقای منباقر الفت. الفت معاون ابراهیم رئیسی است البته و نونخور اسد بیگیا، همیشه از مدیریت جوان هفت تپه حمایت کرده. میشه رشوه نگرفته باشه وقتی همشون میگیرن؟ گرچه محمد حسین منتظری رابطه اصلی اسد بیگی ها با خانواده منتظری دادستان کل کشور اسلامیان، داداشش ممدلی هم از قافله عقب نمونده. البته من باید درباره خانواده منتظری دادستان کل کشور بگم، چون خیلی ربط داره این ماجرا به اصولا این فساد در هفت تپه و در جاهای دیگه، به ویژه در هفت تپه. ببینید، ممدوحسین و ممدلی دوتا گل پسر، چه گل پسرای قورتاچنی هم دیدین دیگه، بچه های مام جعفر دادستان کل کشور. این دوتا باجناقن، یعنی چی؟ هر دو داماد عبدالله حاج صادقی هن، نماینده رهبر معظم در سپاه. حاج صادقی کی شد نماینده رهبر معظم در سپاه؟ دو سال بعد از واگذاری هفت تپه به اسد بیگیا. با سفارش کی؟ با سفارش محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبری که خیشاوند منتظری دادستان کل کشور. یعنی با سفارش کی؟ با سفارش منتظری دادستان کل کشور. یعنی با سفارش کی؟ با سفارش گلپسرهای دادستان کل کشور که دومادای سفارش شوندن، حاج صادقی که سفارش ها قبول شد، شد نماینده رأس هرم مافیای قدرت در سپاه. یعنی مام جعفر منتظری که هر روز دامنه فساد خانوادهش بیشتر رو میشه، توسط خیشاوندش محمد محمدی گلپایگانی مسئول دفتر رهبری مسون مانده تا حالا، و به همین دلیله که اطلاعات سپاه که روی این پرونده فساد اختلاس 1.5 میلیارد دلار ارز کار میکرد و شاید کار میکنه هنوز، از دولتیا اسم برده تو پرونده، ولی به مام جعفر منتظری دادستان کل و افراد بیت رهبر که رسیده سکوت کرده. اگه یکی رو رسما رو کنن، اون وقت باید به مثل دومینو باید بگن که حاج صادقی نماینده رهبر دست پا، مام جعفر منتظری دادستان کل کشور، محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری، منباقر الفت معاون ابراهیم رئیسی، همه در فساد ارزی با اسد بیگیا شریکن. واقعا گر حکم شود که مسک گیرند اینجوری میشه.